خب نمونهش خودش کجایی که دفتر قلدام 67 بله. هنوز که هنوزه حامی ترین مدافع ترین شخص افرادی که از آقای خمینی هستن هیچ توجیه بر اون کشتار ندارن که یه مش جوان محکوم تو زندان مونده. آقا دیگه تو کسی که تو زندانی که چیزیش نمیکنن که کاری نمیتونه بکنه. حالا اسیر رو دیگه اسیر رو که کاریش نمید کرد. بله حالا بعض از طرفدارا اومدن و گفتن که به دروغ تاریخی واقعا آدم خجالت میگیشه که حالا من نمیخوام نام ببرم بعدش آدم ها خیلی مبارز خوبی هم هستن که آقا اینا مقدار زیرشون اثرهای بودن که در این فروغ جاویدان گرفته بودن آوردن کشتر اصلا هم چیز نبود رجی زندان بودن. بله دقیقا مجبوری میگه تقلب بکنن تو تاریخ دقیقا چون هیچ توجیه برای این آدم نیست که این آدم بکن برای چین کاری خب سرکوب جنبش سر کاری که آقای خامنه ای میکنه هیچ کاری نیست که متفاوت از اینا بکنم و ایشون اون فضا رو ایجاد کرد. یادتونه وقتی که سفارت آمریکا رو گرفتن آخر نخست وزیر شما وزیر امور خارجه شما یعنی آقای بازرگان آقای بنیستر مخالف این قضیه بودن گفتن آقای که فایده نداره این کارو بکنید. بعدم همه امکانات که خواستی بعد کارتر بداد مگه مرد دیوانه بودی که این کار کردی؟ یعنی این مسئله این کشتار سرکوب زدن یاران تصویه کردن پاکسازی کردن از بین بردن هرچی نادرست است نه اصلاح نادرست قلع و گن کردن گردن زدن شمشیر زدن این از اول توسط آقای خمینی گذشته شد الان وجه غالب حکومت به طور طبیعی همین شده و جالبه که شما میبینید الان با جنبش سبز که سرکوب به قول خودشون جنبش سبز که حل نشده که حالا الان اصولگرای شد که هم دیگر دادن دکتاشون هم میگن که آقا فتنه اصلی در راه هست هر کدوماشون شروع میکنن هی این فتنه مثل قرار نیست که تموم بشه. بله جنگ تا فتنه عالم حالا اونا میگن فتنه اصلی آقای احمدی نژاده احمدی نژاد اینا میگن فتنه اصلی آقا اینا نیستن فتنه اصلی اونا هم که الان آماده شدن شکست این طرح یارانه ها رو بگیرن آقای احمد حسنشون گفته احتمالا ایشون مثلا شایعه است که برای کاندیدای جمهوری بشه. بله همین الان من نگم آقا فتنه اینه یعنی همینطور دیگه این فتنه دیگه تا توی خونم میره دیگه یعنی تمام نشدنی یعنی شما که فضا رو من نفرت گذاشتید که تمام نمیشه. بله این بحث رو من تمام بکنم با یک امیدواری. بله امیدواری هم نه فقط برای دل خوش کنه که هر چیزی ضد خودش رو در درون خودش میپرورونه. بله ما میبینید اوج نفرت مغول مولانا بله سعدیه و بعد هم در کوب در درون چیز حافظ از عشق. بله این تضاد امر طبیعیه اوج به حساب نفرت این خشونت در مقابلش داره بخشش بزرگواری از عطوفت را میاد. یعنی الان شما میبینید مادر کسانی که کشته شدند مثل سهراب مثل ندا و صدها نفر دیگه حرفشونه که ما از فردا از قاتلین بچه هامون انتقام نخواهیم. مادران داغداری که الان میان سر گورستان ها شعارشون که ما انتقام نخواهیم. من شگفت زده شدم وقتی که در تظاهرات جنبش سبز ایاد ماشی بچه جیرو گرفتن. بله احتمالا بله
یوتیوب ها دیدی جمعیت شروع کردن واسدن اینها رو محافظت کردن که کسی نزنه یا بین ببره، یعنی تیکه تیکش میخواستن بکنه یه دی خشکی دیگه، یعنی درست مقابل خشونت مقابلش این میشه، درست مقابل اون خشونت الان کسانی که در زندان هستن خانواده هاشون نامه های عاشقانه میده، اشعار عاشقانه از اون فضا میده. در اصفهان وقتی که اون تظاهرات بزرگ چند روز بعد از انقلاب بود، وقتی که مردم میرفتند برای من جالب بود، نه همون ایام انقلاب بله. ایام به حساب انتخابات، وقتی که تظاهرات شب واسده بودن جمعیت و جوانها کاغذها رو پاک میکردن، از یعنی خیابون رو تمیز میکردن. من برای اولین بار دیدم در عمرم و در آمریکا و هیچ جای من ندیدم که بعد از تظاهرات خیابون پاک پاک تمیز میشه. بعد از انقلاب هم در ایران داشتیم جناب برقی، بعد از انقلاب هم در ایران که خیابونا رو مردم میشستن پاک میکردن، شعار نویسی ها رو پاک میکردن چند روز بعد از انقلاب. بله، به هر حال این که بطن این خشونت اون میاد برون، به همین دلیل این انقلابی که بزرگی که بود با رهبریت آقای خمینی، اون هم انقلاب رو از بین برد و هم آقای خمینی خودش به از در تاریخ دیگه ازش به نیکی یاد نخواهد شد و یه مهره میشه که سمبل زشتی. بله. و در حقیقت به هیچ عنوان سمبل رهبریت نخواهد بود. دقیقا ما شاهدیم در تاریخ کم نبودیم. الان میخوندم که در دمشق آگاه معاویه بوده، الان قبرش توی یه دونه زیرزمینی مثل با انباری در اون تاریکی، و اون وقت مثلا قبر مثلا از زینب یا از رقیه مثلا اونجا معتبره و بزرگ. به هر حال این چیزا میشه. یادتون رضا شاه قبرش کجا بود؟ بله، کنار مستراهای پشت حرم شاب دلازیم. بله. این اتفاق خواهد افتاد، ایشون در تاریخ با عمل خودشون جامعه رو دوچار خشونت و نفرت چینه بدون دلیل کردن و خودشون تبدیل به این شدن. بله. و نتیجه این که نقش رهبریت درست به نیروهای درون جامعه رو یک فرد مسیر انقلاب رو تعیین نمی کنه. نیروهای اقتصادی اجتماعی سیاسی هست، ولی نقش رهبریت یکی از نقش های مهمه که جامعه که آماده است که از این ور بره یا از اون ور، این رو میتونه از این سو رهاش بکنه، روانش بکنه با آفریقا جنوب برسونه کش به اتحاد عرب زمان پیامبر برسونه، میتونه به جای برسونه که مرز ایران در زمان صفویه باقی بمونه، میتونه هند مستقل رو ایجاد بکنه که الان اینطور سرفراز داره میاد بالا، و یا میتونه از اون انقلاب چنان چیزی بسازه که الان دیگه در خاورمیانه اصلا مطرح نیست. و اوجی که ازش یادآوری بکنن اینه که آقا یه رهبر داره چه خوب فوش میده. همین. بله بله، یه هیچ نه الگویی نه هیچ شکلی، و شده یه مهره ظاهری مثلا که مثلا شر به خاکن باشه، همینو بس که مثلا یه موقع قذافی بوده، حالا مثلا آقا خمینی مثلا جای قذافی مثلا 20 سال قبل. دقیقا جناب برقی، یک نکته اینجا یا اشارش لازم و تأکیدش که اتفاقا دکتر محمد مصدق که مورد انتقاد بسیاری از نیروهای تندروی مذهبی و تندروی حالا به قول خودشون سیاسی های تندرو یا بعضی مارکسیست ها که در مقابل شاه کوتاه آمد و مشروطه رو قبول داشت،
باید شاه رو کنار میگذاشت، دیدیم که تمام تلاشش در ایجاد یک محیط پر از تفاهم بود و خیلی سعی کرد که این طرف رو اصلاحش کنه با وجودی که میدونست دلبستگیش به کجاست و این شاه هم حضور داشته باشه، همینطور جناهای سوء استفاده چیه به اسم مذهبی که در رأسشون کاشانی و بهبهانی و همینطور هم فدائیان اسلام و باز هم حزب توده رو با اون همه وابستگی به شوروی که سعی میکرد همه نوع امکان تلاش و فعالیت داشته باشن، اون هم با توجه به اینکه هر روز چوب لای چرخ میذاشتن. یعنی بازم در سرزمینمون یک نمونه بسیار روشن و مثال زدنی به طور واضح داشتیم که سعی میشد همه نیروها حتی با بدترین مخالفین در کنار هم با حقوق مساوی و در شرایط یکسان قرار بگیرن که متاسفانه هم خود این گروه ها و بعدن هم در انقلاب شباهت آن و همینطور هم بیگانگان غارتگر از ایجاد چنین فرصتی جلوگیری کرده با اون کودتای ننگین. و بعدم این که واقعا وقتشه که یه تغییری در ذهنیت و اندیشه خودمون بدیم و به قول سهراب سپهری که چشمها را باید شست و جور دیگر باید دید، به جای دنبال رهبر گشتن بعد به که این هم قسمتی از خصلت‌های فرهنگیمون شده که اونم از زمانهای دیرگاه شد به علت حمله ها و استبدادها و این مریدی و مرادی شده بخشی از وجودمون، بیایم به قول مصدق این انسان بزرگ که همیشه در سخنانش افتخار میکرد به خدمتگذاری، اکثر سخنرانیشون رو گوش کنین ایشون میگه افتخار خدمتگذاری ملت رو داره و درد ما رو فهمیده بود، حالا بیایم به جای این که دنبال یک شخص میگردیم به دنبال یک جمع افرادی بگردیم که خدمتگذار، صالح، صادق باشند که اگر بهشون وکالت دادیم و سر کاری گذاشتیمشان دیگه دیدیم دنبال خلاف منافع ملی میرن، دنبال منافع شخصی میرن، بتونیم به راحتی تغییرشون بدیم و اگر بالای سر خودمون قرارشون بدیم دیگه اون وقت خیلی سخت پایین بیاریمشون. دیگه همین داستان آقای خمینی تکرار خواهد شد. بله، به هر حال اینکه مصدق هنوز زیادش اینقدر زنده است خودش بیانگر شخصیتمونه دیگه. بله، یعنی در دوران تاریخ خودمون هم نمونهی برای مقایسش داریم با کسای دیگه که خیلی هم تلاش کرد که واقعا نیروهای جامعه رو، گروهای فعال جامعه رو در کنار هم همه هم با شرایط برابر حضور داشته باشن که متاسفانه هم باز خصلت‌های فردی و هم اون ذهنیت رهبری طلبی و بعد هم به حالت‌های بیگانگان اجازه نداد. من سپاسگزارم. قربان شما، ممنون و امیدوارم که موقع فرصتی بشه که اون بخشای دیگرش هم هم گفتگو بکنم. حتما حتما در اولین فرصت در خدمتتون خواهیم بود برای گفتگو در اون باره، چون به نظر میرسه که باید این بحث رو کامل کنیم، بحث بسیار جامعی است و لازمش اینه که همش رو با هم گوش کنیم. مجدداً سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگم و براتون بهترین ها را آرزو دارم. خیلی متشکرم. خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر محمد برقعی در دنباله بحث چرا جنبش مصر فراگیر شد و انقلاب ایران نشد، چرا ایران در منطقه منزوی است و تأثیری ندارد، تز مندرآوردی ولایت فقیه خمینی که تقلید کننده ای ندارد، نقش رهبری در حرکت ها و جنبش ها و انقلاب ها، نگاهی به چهار حرکت و رهبرهای آن، پیامبر اسلام، شاه اسماعیل صفوی، مهاتما گاندی، نلسون ماندلا و مقایسه آنها با خمینی، چگونگی نحوه برخورد این رهبران با دشمنان و جهانبینی آنان، دو بار روزه گاندی تا پای مرگ، انقلاب ایران یکی از مسالمت‌آمیزترین
و کم هزینه ترین انقلابات بزرگ جهان بود که شعارش پیروزی مشت بر شمشیر و گل بر گلوله بود، چگونه این انقلاب صلح‌آمیز و صلح دوستانه تبدیل به انقلابی خونبار شد؟ خمینی بدون نیاز و از سر کینه‌ورزی اعدام‌های بی‌رویه خلخالی را تأیید کرد و خشونت را حاکم کرد. شخصیت فردی و جهانبینی خمینی از انقلابی که قرار بود پیام‌آور معنویت در جهان باشد، انقلابی خونین و سراسر نفرت به بار آورد. انقلابی که اصلش بر پرد و تصفیه شد تا جذب و سازندگی، و از آنجا که هر پدیده تضاد خود را در درون خود می پروراند و هر فاسدی مسبب رشد اصلاحی در آن می شود، جنبش سبز جنبشی شده اخلاق مدار و مدارا‌گرا و دروغ‌گویی را به شدت نفی می کند و ایثار و آرمانگرایی را به جای خشم و نفرت و طرد خواستار است. مصدق نمونه و الگوی آشنا با عملکردی آشکار در راستای هدایت جامعه دموکرات، اخلاقمند و با شرکت همگان بود. حتی دشمنان توجه می فرمودید؟ این گفتگوها در یوتیوب و فیسبوک و توییتر قابل دسترسی است. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما بدرود می گیم و براتون بهترین ها را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.